با خبرهایی از تحولات قیام مردم سوریه اخبار این ساعت را ادامه می دهیم. تلویزیون الجزیره گزارش داد در استان لازقیه درگیری بین گردانهای اپوزیسیون سوریه و نظامیان اسد در اطراف شهر کسب به شدت ادامه دارد و انقلابیون سوری برای اولین بار به سواحل دریای مدیترانه رسیدند. دامنه درگیری‌ها به جبل ترکمان نیز کشیده شده است. با تهاجم انقلابیون سوری به چند پایگاه نظامیان اسد در این مناطق خسارات سنگینی به آنها وارد شد و مراکزشان در شهر قرداهه زادگاه اسد با موشک‌های گراد هدف قرار داده شد. از سوی دیگر رزمندگان ارتش آزادی سوریه در شهر داریا در حومه دمشق یک هواپیمای شناسایی رژیم اسد را سرنگون کردند و در منطقه جوبر و میدان عباسین در دمشق با نظامیان اسد درگیر شدند و تجمع نظامیان اسد را در کمربندی جنوبی هدف قرار دادند. در حمص نیز انقلابیون سوری به نظامیان اسد در شهر تلبیسه تهاجم کرده و یک تانک دشمن را منهدم کردند. در دیروزور نیز گردانهای اپوزیسیون سوریه 15 تن از مزدوران داعش را به هلاکت رسانده و 14 تن دیگر را دستگیر کردند. در ادامه بمباران شهرها و مناطق مسکونی سوریه توسط نظامیان اسد، شهرهای حلب، ادلب، درعا، حمص، حما، دمشق و حومه آن با بشکه‌های انفجاری هدف قرار گرفت. در نتیجه این بمباران‌ها ده‌ها تن از شهروندان سوری کشته و زخمی شدند. تلویزیون الجزیره گزارش داد که در میان کشته شدگان در حلب 5 زن و 8 کودک و در میان کشته شدگان در ادلب تمامی اعضای یک خانواده شامل پدر، مادر و 4 کودک آنها دیده می شوند. 25مین اجلاس سران کشورهای عربی امروز در کویت آغاز به کار کرد. مهمترین موضوع مورد بحث اجلاس بحران سوریه بود. احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه در سخنانی در این اجلاس از کشورهای عربی خواست با فشار به جامعه جهانی به التزامات خود مبنی بر تسلیح ارتش آزادی سوریه به سلاح‌های کیفی عمل کنند. امیر سلمان ولیعهد سعودی در حالی که کشورهای غربی را به خیانت به انقلاب مردم سوریه متهم کرد تأکید کرد تنها راه خروج سوریه از بحران تغییر تعادل قوا در صحنه و اعطای تمامی کمک‌های مورد نیاز به اپوزیسیون سوریه به عنوان نماینده واقعی مردم سوریه است. به افزود دیکتاتور سوریه با بکارگیری تمام شیوه‌ها به قتل و کشتار و نابودی مردم سوریه مشغول است و باید به این وضعیت پایان داد. موضوع مورد اختلاف در این اجلاس اعطای کرسی سوریه به ائتلاف ملی سوریه است که حامیان دیکتاتور سوریه مانند حکومت مالکی با آن مخالفند و تهدید به خروج از اجلاس کردند. احمد جربا در این رابطه تأکید کرد خالی ماندن کرسی سوریه در این اجلاس یک پیام روشن به اسد می دهد و به او می گوید به کشتار و قتل مردم سوریه بیشتر ادامه بدهد.